درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز توی این ویدیو به پرسشی که از دوستان به نام محمد میپردازم. محمد از شاگردان من توی یکی از کلاس‌های اسکایپ پرسیدن که تفاوت جیل و پریزن چی هست. که میگیم جیل، که میگیم پریزن. این دوتا هر دو رو حالا شاید نمیدونم، شاید هر دو ما توی زبان خودمون زندان ترجمه میکنیم، شاید واسه اینه که به این مشکل میخوریم، ولی توی زبان انگلیسی اینها یه تفاوتی با هم دیگه دارن. جیل یک مدل زندانه که معمولا حالت لوکال داره و حالت زیر دست، حالا مثلا کلانتر زیر دست مثلا اون مامور دولتی محلیه و معمولا برای نگهداری مظنونین، برای افراد این که هنوز شاید جرمشون مشخص نشده یا به دادگاه میرن و میان تا وضعیتشون مشخص بشه یا اعتراض گذاشتند و همچنان توی پروسش هستن، یعنی افرادی که هنوز حکمشون مشخص نشده، یا نه افرادی که حکمشون مشخص شده و حکمشون یه مقدار سبکه، یعنی اون چی میگن جرمی که مرتکب شدن نیمه‌دار سبک هست و طول مدتی که در قرار هست در حصر بمونن کوتاه هست، در زندان بمونن کوتاه هست، واسه همین زیر یک سال هست به جیل میبرندشون. پس جیل اونهایی هستن که هنوز به دادگاه رفت آمد دارند، یعنی جای اونایی که هنوز به دادگاه رفت آمد دارن تا حکمشون قطعی مشخص بشه، تا جرمشون بهشون تفهیم بشه، کمتر از یک سال هست، یا اونایی که جرمشون تفهیم شده و زیر یک سال چون هست توی جیل میمونند و یه همچین حالتی دارن. اما پریزن یک جای هست که معمولا زیر نظر حالا دیگه استان یا حتی کل کشور یا زندان‌های کل کشور میره و یه حالت کلیتر و دولتی تری رو پیدا میکنه، از حالت لوکال خارج میشه، افراد اونجا حکمشون مشخصه، جرمشون مشخصه و اینکه چه مدتی میمونن مشخص هست و دیگه بگو مگو نمیدونم اعتراض و از اون مراحل دیگه گذشته، قاضی و اینها حکمشون رو دادن، همه چیز مشخص شده و افراد بالای یک سال حکم براشون بریده شده، اون سنتنس یا همون جرمشون که مشخص شده براشون مشخص کردن بالای یک سال هست، واسه همین به پریزن فرستاده میشن. بعضی از افراد در جیل هستن، به دادگاه میبرندشون و اگر حکمی که صادر میشه که اونها مجرم هستند از دادگاه به پریزن میفرستنشون، اگر حکمشون حبسی که براشون میبرن بالای یک سال باشه. پس اگر توی یک نگاه این برای زیر یک ساله، این برای بالای یک سال هست و حالا یه مدار با هم دیگه متفاوتن، این جرم های سنگین تری رو داره، این جرم کمتری رو داره، ولی خب به هر حال جرم های کمی هم که جوری باشه که بالای یک سال باید باشه به اینجا فرستاده میشن. معمولا توی پریزن امکانات بیشتری وجود داره، افراد با افراد خیلی زیاد افراد دیگری توی زندان هستند، ولی معمولا جیل ها کوچیک‌تر هستند. آره امکانات بیشتر هست، جیره‌های غذاییشون مشخص میشه، حمام و همه چیزشون مشخصه. بعضی از جیل‌ها حتی امکانات انقدر موقته، البته چیز نداره اصلا حمام و اینجور چیزها و اینجور فسیلیتی‌ها رو به طور کامل نداره و حتی بعضی از دیتنشن سنترها هم نزدیک میشن به همین جیل. دیتنشن سنترها معمولا توی فرودگاه‌ها، توی پورت‌های ورود یا نمیدونم حتی بعضی از کلانتری ها، همچین حالت هایی بین الله کلانتری اسمشو نذاریم، میگیم مثلا کجاها مثل پاسگاه ها اینجا هست، فقط یه اتاقه که برای نگه داشتن افراد برای مدت خیلی کوتاهی تا تکلیفشون مشخص بشه که به کدوم سمت میرن، به اونجا معمولا میگیم دیتنشن سنتر. حتی مدرسه ها هم دیتنشن سنتر های خودشون رو دارن برای بچه هایی که متعارف عمل نمی کنن، اونها رو به چیز میفرستن، دیتنشن سنتر میفرستن برای یه تنبیه کوتاه. اوکی، این بود تفاوت این دو واژه. امیدوارم که الان با دقت بیشتری بتونید از اونها استفاده کنید و نکته‌ای توی این درس یافته باشید که براتون تازگی داشته بود. امیدوارم که از وقتی که گذاشتید لذت برده باشید و شما رو توی ویدیوهای بعدی می‌بینم. تا اون موقع پیروز و شاد باشید. بدرود.